خواهیم خیلی حالا اصلا دیدگاه مسیحیت رو بذاریم کنار، خیلی منطقی و انسانی هم بخواهیم فکر کنیم، اون دوتا دیدگاه اولی که مطرح کردیم خیلی افراط و تفریطه، انقدر از به قول معروف زمین و محصولات اون یا حالا اون چیزی که در دنیا هست به قول معروف بهره بگیریم که بخوایم پیشرفت بکنیم، خب پس دیگه اون پیشرفت به چه دردی میخوره که اگه جایی نباشه برای زندگی کردن، و یا قسمت دومش که نه اصلا هیچ بهره ای نگیریم که خب باز هم قابل، یعنی اون ارزش اصلی اون چیزی رو که داریم نمیتونیم بفهمیم و نمیتونیم لذت ببریم از اون چیزی که در دنیا هست. پس یه حد تعادلش که باز برمیگردیم به مسیحیت، میبینیم اون حد تعادل گذاشته میتونه کارساز باشه. و نه فقط توی عهد جدید ما این رو شاهد هستیم، اگه برگردیم توی عهد عتیق، مثلا توی کتاب لاویان که قوانین و احکام خدا رو بیشتر صحبت میکنه، در باب 25 راجب سال سبت اینطور صحبت میکنه، میگه 6 سال توی زمین بکارید بخورید، محصولش رو برداشت بکنید، سال هفتم زمین رو نکارید، زمین رو به آرامی رها کنید که زمین دوباره آماده محصول دادن باشه. پس وقتی نگاه میکنیم میبینیم که حتی خدا در ابتدا وقتی به انسان اجازه نظارت و استفاده از زمین رو میده، برای استفاده درست دوباره از زمین هم فکر میکنه. اینجوریه که ما زمین رو شیرش رو هر چی تونستیم ازش بگیریم و بنازیم دور، بریم یه تیکه دیگه زمین، بلکه خود زمین یادمون باشه درسته که زمین به اندازه انسان ما راجبش تو کلام خدا ارزش و مقام نمی‌بینیم، ولی زمین برای خدا ارزش داره. ما می‌بینیم حالا یه صحبت خیلی الهیاتی هست اگه بخوایم خود راجبش صحبت بکنیم، یک کسی هم یه بار زنگ زد و این سوال کرده بود، اون موقع جوابشو به این شکل ندادیم، شاید اگر عزیز هنوز برنامه پژواک رو نگاه میکنه بود جوابشو بگیره. یه صحبتی بود راجبی که چرا قوم 70 سال به بابل گرفته میشه و به اسارت گرفته میشه و چرا عدد 70، و یه سی صحبت های اینجوری بود. یکی از نظریه که اتفاقا راجع به این میدن این هست که خود قوم یهود این حکم رو نگه نمیدارن و سال هفتم هم هر سال سبت رو از زمین استفاده میکنن، و بعد به خاطر اینکه در حدود فکر کنم 490 سال از این میگذره، خدا میاد و به ازای هر یک سالی که قوم از زمینی که بعد سبت رو رعایت میکرد و نمیکاشت سوء استفاده کرد، خدا 70 سال رو از زمین بیرون میکنه و به اسارت میبره. من یه دیدگاه هست، البته نمیگم 100% هست، ولی که از دیدگاهی که راجع به 70 سال هست اینه که پس خدا برمیگرده به زمین خودش برای آرامی و بازیافت احترام میذاره. و همونطور ما نمیگیم زمین رو بپرستیم، خیلی از در واقع ادیان هستن خورشید رو میپرستن، زمین رو ما به اونجا نمیخوایم بریم، ولی باید بدونیم که به عنوان خلقت خدا زمین و حیوانات داره ارزش هستن و ما باید همونطور که اینجا گفت تعادل در موردشون رعایت کنیم. ما یه قسمتی که بهش اشاره کردیم، چند تا مطلب رو توی همین صحبت‌هایی که داشتیم بهش اشاره کردیم. این کتاب رو من خدمت دوستان معرفی کردم که چند هفته گذشته ازش استفاده می‌کنیم، Christian Ethics هست، نویسندش نورمن گایسلر، فیلسوف و الهیاتدان که دکتراش از لویل یونیورسیتی شیکاگو گرفته و الان هم توی وریتاس سمیناری توی قسمت دفاعیات و الهیات داره تعلیم میده، و این یکی از بخش‌هایی که اخلاقیات مسیحی یکی از بخشایی که بهش اشاره کرده همین مسئله محیط زیسته، و میگه که ما مسیحیان درسته که به عهد عتیق بسته نیستیم و قوانین اون رو نباید اجرا بکنیم، ولی دروس عملی و کاربردی بسیار زیادی هستش که میتونیم ازش الگو بگیریم برای اینکه محیط زیست خودمون رو نگه داریم و ناظران بسیار خوبی باشیم برای خلقتی که خدا به ما سپرده. چند تا مسئله اینجا بهش مطرح میکنه و میگه که عرضم به خدمتون روز سبت رو که سال سبت رو که بهش اشاره کردین، هر 7 سال یک بار باید بشه این رو یک آرامشی داد به زمین، و عرضم به خدمتون سال جوبیلی رو بهش اشاره میکنه، حالا به فارسی من نمیدونم چی میشه، یوبیل 12 بقیش رو صحبت میکنه، که هر 50 سال یه بار تمام زمین هایی که خریده میشد دوباره از دست اون صاحبان بیرون میومد، عرضم به خدمتون که و به اون مالکان اصلی برگردانده می شد اون زمین ها، و قانون حساد هم بود که اگه یادتون باشه توی کتاب لاویان باب 19 آیه 19 و کتاب خروج 23:11 اشاره شده که وقتی که داری زمین رو حساد می کنی گوشه هاش رو حساد نکن، برای فقیران و برای غریبان بگذار، اگر انگورها و حسادی روی زمین باقی موندن هنگام حساد اصلی دیگه بر نگرد اون خورده ها رو جمع کن. حالا این میتونست غذای حیوانات باشه، هم برای کسانی که فقیر بودن و استطاعت خرید اینا رو نداشتن، غذا رو نداشتن. بنابراین حالا اشاره میکنه چطور برای محیط زیست خودتون فکر بکنید، چطور برای جایی که هستید توجه بکنید، و عرضم به خدمتتون که حالا قسمت های دیگه ای داره، بخش های بسیار متفاوتی داره، اگر میخواید یک
در موقع جنگ وقتی که یک شهری رو محاصره کردید، داخل شهر که شدید درختایی رو که میوه دارن رو قطع نکنید، محیطی رو که در اونجا هستش رو ویران نکنید، مواظب باشید که آخه الان جنگا متفاوته دیگه با بمب. قوانین بسیار دوستا می جنگید آدما رو بکشید، کاری به درختا نداشته باشید، محیط زیست چیکار داری آدمش رو بکش. بوم میترکه دیگه، زبین اومده برای کش میشه شده میفته اون بری بهش نراه. اصول اساسی رو گذاشته شده که از این اصول میشه قسمت های کاربردی برای فرهنگ های معاصر استفاده کرد. صحبت در مورد حمله و معاصره یک شهر بریدن درخت ها هستش، ولی این اصل محافظت از محیط زیست هستش که در روز معاصر به نوعی دیگه میشه این رو بهش توجه کرد. مثلا اگه میخواید دشمن خودتون رو بکشید، بمب شیمیایی نندازید، بمب کشاورزی بندازید. با هسته که وقتی مینداخته میشه اونجا رو زمین شاید به قوم محصول بده. ارزم به خدمت مثل که صحبت رو تموم شده، نه رسیدیم به کشاورزی. آخه خیلی دیگه خشک بودم اینجا رفت. میخواید یه جمع‌بندی کنیم فقط چون خیلی گسترده بود صحبت ها. از اول شروع کردیم، گفتیم خدا انسان رو به شبت خودش آفرید، ناظر زمین آفرید و ناظر طبیعت. پس ما امروز به عنوان مسیحیان همون نظارت رو در دست خودمون داریم. صحبت از این کردیم که خدا همونقدر که به انسان اهمیت میده در کلام خودش به حیوانات و محیط زیست ارزش قائله، پس ما نیز باید این احترام رو برای محیط زیست قائل باشیم. صحبت از این کردیم که عیسی مسیح هم در واقع در صحبت‌های خودش هرگز به ضد سیستم‌ها و به ضد اون مسائلی که امروز هست صحبت نمی‌کنه. منم یک وسیله منم افتاد. احترام بذار. ولی خب در کل صحبت از این هست که ما به عنوان مسیحیان نسبت به کلام خدا و نسبت به آفرینش خدا مسئول هستیم و هر دو اینها ما رو برای ما می‌داره که بتونیم در واقع مواظب محیط زیست باشیم و مسئولیت خودمون رو به عنوان کسانی که از خداوند این نظارت رو دریافت کردن نشون بدیم. چرا که قبلا صحبت کردیم در زمین جدید هم ما به عنوان ناظران، به عنوان پادشاهان خواهیم بود و این چه تمرینی هست برای ما که امروز بتونیم در آنچه که کم به ما داده شده امین باشیم. درسته. پس بیاییم واقعا آنچه که برای خداوند ارزش داره ما هم برای اون ارزش قائل بشیم، چون آنچه آفریده شده برای ما آفریده شده و ما داریم در اون زندگی میکنیم. و به خصوص برای مسیحیانی که واقعا خداوند رو ملاقات کردن، عیسی مسیح قلب اونها رو باز کرده، ما در هر چیزی دیدگاه متفاوتی داریم. در این قسمت هم خداوند از ما توقع داره که بخوایم به قول ما چجوری به محیط زیستمون آسیب میزنیم یا نباید در واقع بزنیم. این خیلی مهمه. نکته ای که من خیلی برای باعث برکت من شد و فرصت داشتم که این یکی دو هفته گذشته رو بهش بیشتر در موردش تفکر بکنم، این انجیل و گستردگی اون بود از لحاظ کاربردی. گاهی اوقات هر وقت در مورد انجیل ما صحبت میکنیم توجه ما محدود میشه و متمرکز میشه به نجات جانها که البته قسمت بسیار مهم و مربوط به خودمون هم میشه، خیلی اساسی. انجیل هم در موردش بسیار صحبت میکنم، ولی انجیل محدود به نجات جانها نمیشه. خدا نه تنها به نجات و بازیافت برگزیدگان بسنده نمیکنه، بلکه این انجیل گسترده تر هست و قصد بازیافت دنیا و آن چیزی که درش هست رو داره و میخواد که بار دیگه جلال خودش رو هنگامی که ملکوت و پادشاهی او و اراده او به صورت کامل آنچنان که بر آسمان است بر زمین برقرار میشه از طریق زمین بازیافت شده هم نشون بده. من فکر می‌کنم وقتی برمیگردیم سراغ همون صحبت که شما کردید، انسان محوری و خدا محوری، وقتی انسان محور هست مسیح فقط برای نجات انسان میاد، انسان باید نجات پیدا کنه، انسان در حضور خدا باشه. ولی وقتی برمیگردیم به خدا محوری، انسان یکی از آفرینش ها هست، طبیعت هم آفرینش دیگه خدا هست و خدا همه آفرینش خودش رو برای جلال خودش نگه می‌داره و همه اون رو بازیافت می‌کنه. پس بازم برمیگردیم سر اینکه خدا رو محور قرار بدیم و اینقدر خودخواه و خودپسند نباشیم و فکر نکنیم که مسیح و تمام دنیا به خاطر ما اومدن. میگن یه بخشی از ذات انسانی رو میبره وقتی افراد وارد مهمونی میشن، همش میگن که دیگران الان دارن نگاه میکنن من چجوری لباس پوشیدم، همش من ای خود محوری انسان میگه وارد الهیات میشه و ما رو به جاهای خیلی باریک میبره. درسته. خب در 3 دقیقه باقی مونده من فقط میخوام تشویق بکنم دوستای عزیز فیسبوکی رو در مورد مطالبی که گذاشته میشه روی
وال پژواک. من واقعا لذت میبرم بعضی وقتا این بحثای شما رو میخونم در جوابای همدیگه که چقدر دیدگاه‌های متفاوت هست و چقدر جوابای قشنگی بعضی وقتا به سوالی که مطرح میشه میدین و میخوام شما رو تشویق بکنم برای اینکه به قول معروف با ما باشید در طول هفته با صحبتاتون با کامنتایی که میذارین روی مطالب میتونه چقدر مفید باشه برای برنامه خودتون. و خیلی صحبت‌های الهیاتی و خیلی بله. جوابای خوب. من یه بار منم چند روز پیش رفتم دیدم خیلی بچه‌ها گرم موضوع امروز بودن. موضوع هفته آینده رو هم خواهیم گذاشت روی وال که اگه دوست دارید بتونید وال یا دیوار رو دیوار می‌نویسیمش اگه دوست دارید برید و راجع به اون صحبت بکنید که ما که میایم نظرات شما رو هم بشنویم. این دیوار هم بیشتر ادوین خط خطی می‌کنه. حتما صفحه اشکان رو ببین، عکسای بسیار زیبایی این اواخر گذاشت. خدا بهبرش بله. بیایید حتما اگه دوست دارید صحبت هایی بکنید که با شخصا با هر کدوم از ما هست، ما روی دیوار یا والا هر کدوم به طور شخصی پیچ هم صحبت خیلی از مطالب رو استفاده میکنیم و در آینده هم خول میدم که حالا عزیزانم که از نقل قول بکنن از صحبت هایی که شما نوشتید. من تشکر میکنم از انور عزیز که سوال های بسیار زیادی رو برای ما فرستادن که در هفته های آینده اون رو مطرح کنیم، حتما از اون استفاده خواهیم کرد. عرضم به خدمتتون که خیلی دوستتون داریم. اگر اد نکردید فیسبوک پژواک رو، پژواک شو آیدی هستش که میتونید اونجا دنبال صفحه ما بگردید، حتما به ما ملحق بشید. ما ویدیوها رو به صورت خیلی کوتاه‌تر و مختصرتر هر روز هر پنجشنبه بعد از برنامه روی صفحه روی دیوار میگذاریم و دوستان میتونن به صورت کوتاه و جدا شده اونها رو نگاه بکنن. و اگر هم یادتون رفت که هفته پیش تولد ادوین بود، برید رو فیسبوک یا پیج ادوین، اونجا خیلی بهش تبریک گفتن، شما هم تبریک بگید. صحبت سر کیک و کادو هم بوده که من دیگه میذارم شما برید نگاه بکنید. عزیزان یه کادو هم برای ما نگرفتن، ارزش نداره که کادو برای یه کتاب مقدس چیزی به ما هدیه بدن. وجودمون کادوئه. هر کیک و دارو بود اینجا دیگه جای نداره کادو. هفته آینده میبینیم. نمیتون ساعت 9 شب پنجشنبه. دوستتون داریم. خدا نگهدار. خوب و خوش خودم باش. اولا تو که؟ Ha 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 ha!